یعنی این خانوما هم که میرفتم پیش این ملاه همچین چیزی بهشون گفته بوده، گفته بوده مثلا باید بیای من یه جا دست بزنم بعد این ذکر رو بخونم، حالا این نمیگفته میدمیسم، باید برهنه باشه. خانومه با لباس سیر دراز کشیده، یه آدم کوتوله است که داره را میره، او سخونه آهوه چیه خورده شده قشنگ، طرف مطمئنه که این عروسک تسخیر شده است. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من کیوانه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه ویدیوهای کوتاه ترسناک و عجیب رو نگاه کنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم ویدیوها رو نگاه کنیم، کسایی که کانال رو سابسکرایب نکردن، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم حتما فعال کنین. حالا بدون معطلی بریم سر وقت ویدیوها. بریم با هم دیگه ویدیوها رو نگاه کنیم. ویدیو اول خیلی جالبه، مربوط میشه به آدم فضایی ها. ویدیو اول و دوم این شکلیه، مربوط به آدم فضایی هستش. طرف توی خونش صدای عجیب غریب میشنوه از پشت بومش، میره نگاه میکنه، میبینه هیچکی نیست، میگه اوکی این بر هیچکی نیست، برم اون بره ببینم. نگاه کنیم، داری میره اون بره ببینم. Oh damn. Holy دیدی این دوتا؟ All right. دوتا چشتش نگاش میکرد؟ میترسه، میدوه این مره خونه ببینه کجا رفت اون دوتا چشمه. چی بود؟ بودو بودو داره میاد این مره خونه. استخونه. استخونه آهوه چیه خورده شده قشنگ، قشنگ لیست زدن، خونی چیزی هم اونجا نریخته. خیلی عجیبه. صدای هلیکوپتر مانم میاد، صدای هواپیماه. فهمیدین چی شد؟ از این ور دو تا چش دید، از اون ور استخون دید، از اون ور صدای هواپیما مانن اومد. این سفینه بود چی بود بلند شد؟ شاید به صورت اتفاقی شده. اینو توی کانالای خارجی برداشتم، یه سری گفته بودن که یه ببر بوده، یه آهو رو خورده، اون هواپیما هم صدای هواپیمای دیگه. یعنی بهترین توجیه همینه، نخواهیم بگیم آدم فضاییه. ویدیو شماره دو هم خیلی قشنگ داره به ما آدم فضایی ها رو نشون میده، یوفو نشون میده. من حالا نمیگم 100% یوفو، میذارم ویدیو رو شما عزیزان نظر بدیم ببینید یوفو یا نه. دوستان اگه میخواییم بگین تصویر چرا کوچیکه، اول ویدیوها رو با تصویر اصلیش نشون میدم، چون این شکلی فیلم برداری شده دیگه، بعدش تصویر رو براتون بزرگ میکنم. اینو الان از نزدیک بهتون نشون میدم، ببینین چیه. میتونه بالون باشه؟ آخه بالونم آتیشش دیده میشه، یه چیزی شبیه به آتیش داره. این انگار در و پنجره داره، نگاه کنین. خب ویدیو اول از جن و ارواح میشه ویدیو سوم امشبمون. سیل اومده، چی شده؟ خانمه داره سیل رو توضیح میده. یه موجود عجیب اونجا قشنگ دیده میشه، خیلی ترسناک موجوده. ویدیو هم خیلی به واقعیت نزدیکه، نگاه کنین. چنگال داره، دستای دراز داره شبیه به چنگاله. دید که این خانم برگشته این وری، یک کم خم شد رو زمین. ببینید تصویر رو نورش زیاد میکنم، ببینین خانم نفهمید بگرنه سکته میکرد. روی بدنش اصلا مو نداره، لاغره. شبکه خبر داره نشون میده. ویدیوی بعدی اگه یادتون باشه، این ویدیو رو قبلا توی کانال گذاشته بودم،
که یه شخصی از مادر بزرگش یه خونه‌ای میرسه بهش، حالا نمیدونم یا مادر بزرگش بوده یا اینکه خریده، خلاصه از یه پیرزنه این خونه رو خریده. توی این خونه اتفاقات ماورایی میفته، اینم اینا رو ضبط میکنه. یه دلقک ترسناکم توی اساسیه اون خانمه بوده، اون پیرزنی که از دنیا رفته. دلقک رو دیدین دیگه، صورت شو دیدین. این ویدیو رو قبلا گذاشتم، فکر کنم 5 ماه پیش گذاشتم. حالا پارت 2 و 3 رو میخوام بهتون نشون بدم. رفت داخل کمد نگاه کرد، این مره نگاه کرد نبود، اون مره نگاه کرد بود، هیچی نیست. درسته؟ صدا اینجا میمد دیگه. خیلی ترسناکه این ویدیو. دلقه که داره نگاه میکنه، در رو داره یکی میکوبه، دیدین؟ حالا این شخص جدیدن اومده یه ویدیو گذاشته، گفته بعد از اون ماجرا من دلقه کو میذارم توی یه اتاق دیگه. نگاه کنین، توی یه اتاق دیگه است. حالا یه شب که دلقه کو گذاشته بوده تو اون اتاقه، یه صدای عجیب غریب بازم میشنوه، صدای کوبیدن. خونه مشخص خیلی قدیمیه. دوستان من خیلی ویدیو توی تیک تاک دیدم، این ویدیوهایی که این شخص میذاره به خدا 99% به نظر من واقعیه، چون به غیر از این ویدیوها هیچ چیز دیگه ای نمیذاره. اصلا هم کسی نیست که بیاد مثلا از تیک تاک پول در بیاره لایو بذاره، چون خیلی ها دنبال فالوور گرفتنن توی تیک تاک، این چیزها رو درست میکنن. این فقط همین چند تا ویدیو رو گذاشته. فقط میخواد با مردم به اشتراک بذاره این اتفاقا رو. ببینین هنوز صدا میاد. صدا از کجا میاد؟ از اتاق دلقکه. چرا اون روشن کرد؟ ترسش، همه چیش واقعیه. من خیلی ویدیو این شخص رو قبول دارم، کلا ویدیو هم نداده، 5 تا ویدیو داره. میبینین؟ دلقکه نشسته هنوز داره دیوار رو نگاه میکنه. صدا میاد، صدا از پای میاد. یکی داره توی راپلا اونجا قدم میزنه، از پلا داره میاد بالا. نگاه کنین، وای، در باز شد، دلقکه داشت اینو نگاه میکرد. متوجه شدین چی شد؟ اول دلقکه داشت دیوار رو نگاه میکرد، صدا اومد، قشنگ از روی پله‌ها یه چیزی داره میاد بالا. نگاه کنین، هنسفری بذارین. دره یه بار دیگه باز شد خود به خود، دلقکه داشت اینو نگاه میکرد مثل سری قبلی. حالا این بنده خدا چیکار میکنه؟ یه دونه بخاری قدیمی پیدا میکنه، برقی، از اونایی که اینطوری میچرخه. یه دوربین مداربسته رو میذاره روی این بخاریه. نگاه کنین این شکلی. من ویدیوهاش که دیگه برداشتم از توی تیک تاک بهتون نشون بدم. اسم عروسکه جفریه. این آقا هم فکر کنم اسم خودش یعقوبه. نگاه کنین، عروسکه رو برد گذاشت توی انبار، یعنی یه جایی که اصلا دیگه نبینش، فقط از دور با دوربین کنترلش کنه. اون بخاریه داره میچرخه، این دوربین مداربسته هم که این گذاشته روش داره ضبط میکنه، اینم داره با گوشیش نگاه میکنه. طرف مطمئنه که این عروسک تسخیر شده است. نگاه کنین، هیچ کی تو انبار نبود، دستش تکون خورد بدون اینکه نخی چیزی بسته شده باشه به دستش. نگاه کنین، با فلش نشون میدم، چراغ یهو ترکید.
خیلی واقعیه ویدیوهاش انگار، یعنی به نظر من که واقعیه. نگاه کن اینجا دلغکه قشنگ صورتش مشخصه، یه سایه مانن اون گوشه داره حرکت میکنه، میبینین؟ من با فلش بازم بهتون نشون میدم، دوربین جلوش هم گذاشته. بنده خدا کارش شده این که بشینه اون دلغکه رو نگاه کنه صبح تا شب. نگاه کنین جا به جا میشه، خیلی ترسناک دلغکه. ویدیوی بعدی رو دوربینای مداربسته شرکتی ضبط کرده که نگهبونش داشته دوربینا رو چک میکرده. نگهبونا میشینن دوربین رو نگاه میکنن ببینن کسی میاد کسی میره. اینجا که داشته نگاه میکرده یه چیز خیلی ریزی رو میبینه. نگاه کنین داره با انگشت نشون میده، خیلی عجیبه. یه آدم کوتوله است که داره راه میره، ببینین چقدر کوچیکه. قشنگ میشه فهمید خیلی کوچیکه. اون خونه بغلی، اون تیره برقی که اونجاست، داره میره سمت اون ماشینه. نگاه کنین از نزدیک نزدیک بهتون نشون میدم، کلن فکر کنم 40 سانت باشه. خیلی مثلا دیگه بخوام بزرگ ببینیمش 70 سانت. بعد پاهاش عجیبه، چقدر نازک، اصلا دیده نمیشه تو دوربین. دستش اصلا معلوم نیست چجوریه، اصلا اندام بدنش معلوم نیست چه شکلیه. سرش انگار وصل بود به بدنش. نگاه کنین سرش با بدنش یکیه. ویدیوی بعدی در مورد این آدمی هستش که داریم میبینیم. ویدیوی جدیدی هم نیست، واسه پارساله، ولی خیلی ترسناک بود. گفتم یه بار دیگه بذارم توی کانال تا با هم دیگه نگاه کنیم. نگاه کنین این آدم مریضه، مشکل روانی داره. بعد خیلی ترسناک قیافش، اداهاش. اولا اولا مردم اذیت میکنه. اینجا مادرشه، کیه؟ یه زنه رو اذیت میکنه، کلن مردم میترسونه. ترسناک که هست، اینجا سگر میترسونه. نگاه کنیم سگی ترسید از این. همین طوریش قیافش ترسناک بود، ورداشته گیریمم کرده خودشو، دیگه خیلی ترسناک شده. بعد توی خیابون یه دونه بچه میبینه، میره اونو میترسونه. مریض روانی، نگاه کنین. قیافه رو نگاه کنین شما، شب میاد تو خوابمون. اینجا یه نجار توی خونهشون داره کار میکنه، میاد نجاره رو میترسونه. نگاه کنیم کشا رو. نجاره فرار کرد. و اما موضوع اصلی این ویدیو دوستان، این عکسی که داری میبینین رو روی یکی از ویدیوهای دوستان افغانستانی دیدم. نوشته بود که ملا گفت تعویض را باید زیر نافت بسته کنم. تعویض چیه؟ همون دعایی که ما میگیم دعا نمیسا دعا نمیسن. و تنبان مرا کشید، تنبانم کمون زیر پوش میشه. ملا بسیار قوی و شوخ بود، فردا باز رفتم نزد مولا. حالا این شخصی که اینو نوشته برای شوخی نوشته، ولی منو یاد دایرکتای انخ که چند نفر از شما عزیزان به من داده بودین. 3-4 تا خانوم تو این سالایی که من یوتیوبر بودم به من این دایرکتو دادن، گفتن که مثلا کیوان دعا نویسه توی این استگرام، پیام دادم بهش
بعد بهم گفتش که خانم شما این مشکل رو دارین که باید زیر نافتون یه همچین چیزی رو بنویسیم، یه دعایی رو بنویسیم، یا روی رون پاتون باید یه چیزی بنویسیم، یا پشت کمرتون باید یه چیزی بنویسیم. یه چیزای عجیب غریبی میگفتن. بعد من یادم میرفت این موضوع مهمو بیام توی ویدیوهام بگم. یه سری از خانوما هستن هر چقدر توی ویدیوها میگیم پیش این دعا نویسان نرین، کار شیطانی میکنن، خطرناکه واسهتون، وارد اون خونه بشین یه بلای سرتون میاد، بعدن گوش نمیکنن. حداقل این یه دونه آگاهی رو میتونم بدم که خانوما اگه حالا شما دارین میرین بهتون گفتش یه دعایی یه جاتون باید بنویسم، کاملا دروغه. چون دعا نویسی اولین بذارین یه سری هستن اصلا نمیدونن دعا نویسی چیه. دعایی که میگیم چیه؟ دعا معمولا آیات قرآن هست که مینویسن. مثلا طرف برمیداره یه تیکه از سوره بقره رو مینویسه واسه اینکه مثلا اون بچه نمیخوابه بخوابه. این دعا نویسی واقعی رحمانی هستش، یعنی طرف از آیات قرآن استفاده میکنه. ولی این که تو بخوای روی بدن یه خانومی یه چیزی رو بنویسی، اون دیگه دعا نیست که. آیات قرآن که تو نمیتونی اونجا بنویسی، اصلا آیات انجیل هم نمیتونی بنویسی، کلا هیچ آیه ای نمیخواد. تو میخوای یه کار شیطانی با اون خانم کنی، یا اینکه میخوای بهش تعرض کنی، یا اینکه میخوای یه کار شیطانی کنی. حالا بریم یه چند تا ویدیو ببینیم، یه مختصری از حرفم رو توی این ویدیو میتونیم متوجه بشیم. در چند روز گذشته شاهد مجموعه ویدیوهایی از یک ملا هستیم که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و واکنش‌های زیادی را نیز با خود به همراه داشته است. در این ویدیوها میتوان و وضوح دید که این ملا خود دست به ضبط این ویدیوها می‌زده که انگیزه اش از این کار اخاذی و یا هم درخواست دوباره این کار شیطانیش بوده است. ملا رسول مشهور به ملا لنده است. این ملا خود را تعویض نویس معرفی کرده و به بهانه‌های مختلف بعضی از خانم‌ها را وادار به همخوابی و تهیه فیلم از آنها می‌گردد. پیش از این هم ویدیوها و اخباری از این دست در شبکه‌های مجازی و تلویزیون‌های داخلی به نشر رسیده بود، ولی این اولین باری است که از یک ملا مجموعه‌ای از ویدیوها نشر می‌شود. البته در این ویدیوها کاملاً به وضوح شنیده می‌شود که وی در زمان انجام این کار غیر انسانی ذکر هم به زبان می‌آورده و با چنین ترفندهایی زنان را به بازی می‌گرفته است. یعنی این خانوما هم که می‌رفتم پیش این ملا همچین چیزی بهشون گفته بوده، گفته بوده مثلا بعد بیای من یه جا دست بزنم بعد این ذکر رو بخونم. حالا این نمیگفته میدیمیسم. این ملای افغانستانی هم که میگه همون دعانویس منظورشونه. این شخص یعنی این دعانویس کلی فیلم ضبط کرده بود از خانوما، بهشون تعرض میکرده، بعد میگفته یا اینکه یه بار دیگه میای با من میخوابی، یا اینکه این ویدیو تو پخش میکنم، یا اینکه ازشون پول میخواسته. این شکلیه کلا. این ویدیو رو هم بعضیاتون دیدین. این شخص یه ترک هستش. اون خانمی هم که الان من مجبورم سانسور کنم هیچی ازش نمیبینین، یه تیکه از بدنشو میبینین چون که برهنه است. اون خانومم ازبکستانی هستش، یه خانم ازبکستانی که بیچارا میرن تو ترکیه کار میکنن و سر کار گذاشته. ببین چی میگه. من راحت یزانم، یعنی شونده من الله قاتنده راحتم. میگه الان من راحتم که اون کاری که میخوام انجام بدم اون نوشته رو بنویسم باید برهنه باشه. خانومه با لباس سیر دراز کشیده، من نمیتونم بهتون نشون بدم. دیدین چی گفتیه؟ خیلی جالبه. تو میخوای همونو برداری رو بدن بنویسی؟ خب معلومه که اینا کلن کلاوردار شیادن دیگه. جالب اینه که لباس خانم مرداد با این خانم دستش رو میاره، میگه نه راحت باش، من راحتم، تو هم راحت باش. حالا این ویدیو رو توی یوتیوب دیدم، گفتن که یه نفر اومده رقیب اون ملا لندی افغانستان شده. این چجوریه؟ این مالزی هستش. دیدی این داره دست میزنه قشنگ، اینم داره جنگیری میکنه، بعد میگه برگرد اونور، اونورم جنگیری کنم. من وظیفه خودم دونستم که این نکته رو بگم. حالا ما هر چقدر گفتیم خونه این افراد نرین، خیلی‌ها که میرفتن گوش نکردن. حالا حداقل اینو بگم، اونی که توی اینستاگرام اینا پیام میدین این جمله رو میگه، اونا دیگه 100% نرین خواهشن. اون یه دونه رو دیگه نرین، حتما نرین.
خب دوستان با هم دیگه ویدیو رو نگاه کردیم، امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. خواهشی که دارم ازتون اینه که این ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم حتما فعال کنین. دوستان یه ویدیو توی کانال دوم گذاشتم، این گوشه میاد، دوست داشتین برین اون ویدیو رو نگاه کنین. کانال دوم هم اگه سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.